دوستان و بینندگان عزیز، من کامبیز قائم مقام از سازمان های جبهه ملی ایران در خارج کشور هستم و این برنامه 173 برنامه سازمان های جبهه ملی است در خارج کشور. و اما مهمان امروز ما آقای بوتن دولتی، کنشگر سیاسی هستن. قبلا هم در این برنامه بودن، خودشون گاهی اوقات مجری هستن، عضو سازمان های جبهه ملی ایران در خارج کشور، عضو نهاد راهبردی حزب سوسیال دموکرات لایق ایران. نتیجتاً میبینید دستشون خیلی پره توی جریان. و بحث امروز ما هم که دستم خوش آمدید آقای دولتی، قبل از اینکه یادم بره. سلام عرض دارم خدمت شما و بقیه دوستانی که بیننده برنامه فن بود یا از طریق یوتیوب و سایر رسانه های اجتماعی برنامه رو خواندید. خیلی متشکر. در این حال متاسفانه شرایط امروز فقط صحبت جنگ و بس، به مرحله رسیده که این اطلاعاتی که من دارم در رابطه فامیل، حالا بقیه رو بگذارم، همه سعیشونه که از تهران برن بیرون. یعنی صحبت اینه که ممکنه تهران بمباران بشه و اگرم جاهایی رو بزنن، این ساختمان‌های بزرگ پر شیشه است و احتمالاً این ماجراها ترکشش احتمال داره. که یعنی حتی اگر میگن آقا بمب ما هم نخوره، باعث میشه این شیشه ها بشکنه و این شیشه ها بشکنه که تو ماجرا پر زخم خواهد بود. و این میترسونن و اینا همه در سال اینن که بتونن برن بیرون از شهر، شمال برن، غیره برن، و اکثریت هم هیچ گیر ندارن که برن. یه تعدادی خب این ماجرا دارن، ولی اکثریت هم این ماجرا در صورت یک وضعیت وحشتناکیه و عجیبه که جمهوری اسلامی این داستان رو میدونه و کاری در رابطهش نمیکنه. حالا بحث رو ما میخواییم در رابطه با شرایط امروزی که در هر صورت هست، چون هر شرایطی که امروز در دنیا هست تأثیرش رو ایران بسیار بسیار زیاده، یعنی کاملا وابستن و همدیگه جدا نیستن. من چند تا سوال دارم در رابطه با که یواشاش این سوالات رو به طور کلی میکنم، ولی دو تا سوال شد. اول چیز میگم اینی که این جدیدن این یحیی سنوار که کشتن، مثل که مهمترین مسئله، مهمترین کشتن یک کسی بود، چون راجمه هانیه اینقدر من تکون ندیدم توی دارداست، یه الان دارن آقا تموم شد و دیگه فلان شد و باید جمع کنن برن. و حتی از اون قبلیش هم به صدا نصر الله فلان، از اون هم خیلی گنده تره این ماجرا. و نتیجتا با وجود رفتن این هنوز جنگ ادامه داره، هنوز دارن تیر و تفنگ به هم میزنن. عجیبه که این سیستم به اصطلاح این حزب الله و نمیدونم حماس و غیره اینها، با وجود این همه شرایط هنوز در حال تکون خوردن. هم صحبت اینه که آقا ایران داره کمک میکنه و نمیدونم رهبران ایران اونجا گرفتن نشستن، نظامی های ایران و پاسداران و سرداران ایرانی نشستن. من نمیدونم چقدر این درست باشه، ولی در هر صورت داره تکون میخوره و اینا باید مثل این که خیلی لبنان و جریان و بیش از این 75% غزه رو که داغون کردن و 100% رو داغون کنن تا یه همچین حالتی چیز شه. یکی این. و شما آینده این درگیری ها رو چی میبینید؟ یعنی تا کجا میکشه؟ نرسی بحث خیلی خاصی هست. یعنی من فکر کنم ارزیابی هایی که سیستم اطلاعاتی اسرائیل و
و غرب از حماس تا شهر به درست نه. در این جنگ محدودی که 2021 اتفاق افتاد و بعد از اون حالا خیلی کوتاه مدت هم بود و بعد حملات اسرائیل به اون، اسرائیل واقعا در ذهنش این بود که حماس ناتوان هست از ادامه یک جنگ. بعد از اون جنگ به نتانیاهو برمیگردیم، اینکه ما کاری کردیم که حماس تا 5 سال آینده توان جنگ رو نداره. رئیس سازمان دقیقت اطلاعات ارتش اسرائیل هم همین برداشت رو داشتش و وقتی که تا قبل از اینکه در 7 اکتبر 23 حمله بکنه حماس به اسرائیل، اینا بحث این موضوع رو میکردن که آقا در این 2 سال حماس حتی یک موشک نتونسته سمت ما شلیک بکنه. خیلی محکم از ناتوانی حماس میگفتن. من فکر می‌کنم که نظام اطلاعاتی اسرائیل دوچار اشتباهات متعدد محاسباتی بود، نه فقط اسرائیل، کلاً غرب نسبت به این موضوع تصورش اشراف اطلاعاتی بود، ولی بیشتر میشه گفت که اون خلاهای اطلاعاتی که داشت باعث شد که برداشتای اشتباه بکنه. وقتی جنگ شروع شد اسرائیل به این فکر میکردش که با بمباران و بعد از اون یک حمله زمینی به قسمت‌های مختلف غزه به سرعت حماس فروپاشی میشه، ولی میبینیم یک سال این جنگ ادامه پیدا کرده و هر روز اسرائیل میگه این تعداد از اعضای حماس رو کشته، ولی حماس هنوز تموم نشد. یعنی برآورد این که اینا 10,000 تا نیرو داشتن، 20,000 تا نیرو داشتن، بین 10,000 تا 20,000 تا نیرو خیلی فاصله است. یعنی حتی یک برآورد دقیقی از این نیرو نداشته و حتی توجهی به این موضوع نکردن که حماس دولت مستقر در غزه بوده. دولت مستقر علاوه بر نیروهای نظامی، نیروهای امنیتی، قطعاً یک سری افراد دیگه هم داره که به مرور زمان بهش وفادار میشن، چون در نظر اونها این دولت نبودش خلأ درست میکنه، ناامنی درست میکنه و و بقیه موارد. زمینی که معاششون هم از همونجا میاد، زندگیشون از اون دولت مستقر میگذره، طبیعتاً در این حس ناخودآگاه به موضوع. زمینی که حالا اون بحث تاریخی هم که در این موضوع وجود داشته که اسرائیل نذاشته کشور مستقل فلسطین درست بشه و این نسل به نسل این حالت کینه فرم یا اون حس این که وطنشون اشغال شده باقی مونده، هر دو حس باقی مونده. برادر، پدر، کسی از اعضای خانواده قطعا در جنگ اسرائیل و فلسطینیان کشته شده. فکر نمی‌کنم خانواده‌ای در فلسطین باشه که عضوی از دست نداده باشه. برابر این حس همیشه هست. این برآوردهای اشتباه در همون حمله 7 اکتبر هم وجود داشته. اسرائیل هرگز تصور نمی‌کرده که حماس بهش حمله بکنه، اینقدر نفوذ بکنه در عمقش و بیاد و بکشه به اون راحتی. بنابراین این مشکلات رو در ارزیابی اسرائیل هم باید ببینیم. حالا در مورد کشتن سنوار هم همین، سنوار یک فرد فوق‌العاده بی‌رحمی بود. به 5 نفر رو قتل متهم شده بود، در دادگاه یکی از اینا رو با دست خودش خفه کرده بود. یعنی یک آدمی بود که واقعا از لحاظ رفتاری آدم بی‌رحمی بود، آدمی بود که حاضر به آدم‌کشی بود، زبان عبری رو مسلط بودش. به زبان انگلیسی هم آگاهی داشت، کتاب ترجمه کرده بود از 2 طرف به زبان عربی و کتاب نوشته بود و یکی از افرادی بود که به خاطر حبس طولانی مدتی در زندان اسرائیل بود با یه سری ساختارها در اون سیستم آشنایی داشت و این بیرحمیش و قاطعیتش در برخورد با افراد باعث شده که جایگاه خاصی بهش بده. یعنی افراد ازش یک ترسی داشتن، یک حسابی می‌بردن و اون چیزی که حالا تا لحظه آخر متوجه می‌شدم اینه که سنوار از داخل تونلا بیرون اومده بود به خاطر اینکه این نیروهای اصلی اسرائیل توجهشون رو به سمت حزب الله برده بودن و اینقدر سنوار حتی برای اسرائیل مهم بود، این چون این کشته شدنش تصادفی بود، واسه اتفاق سنوار کشته شد، دنبالش نتونستن دقیق پیدا کنن که اونجا رو بکشنش یا قبل از اون ترورش کنن. پیشنهادی که اسرائیل داده بود این بود که معاوضه آزادی گروگان‌ها سنوار بره به مصر و این آزادی رو بهش بدن و حالا جنگ غزه به نوعی پایان پیدا کنه و سنوار خودش مخالف شدید این موضوع بود. یعنی آدمی بود که علاقه داشت به این جنگ، به این آشوب و در نظرش یک فضیلت محسوب میشد جنگ. خب نمونش هم آیت الله خمینی بود که میگفت که جنگ برای ما نعمت و این پیرو همچین تفکری بود در نظر اینا. اگر بکشن خب کشتن و قاضی هستن رو در حقیقت جنگجوی راه اسلام هستن به بهشت میرن، کشته بشن هم خب طبیعتاً جاشون تو بهشت دیگه. با همچین نگاهی داشت و خب این برآوردهای اشتباهی که از توان حماس شده بود باعث شد که این جنگ طولانی بشه.
و بسیار هم طول کشید. شما حالا اگر فرض میکنیم این آماری که وزارت بهداشت فلسطین میده و درست نباشه، یعنی این 40,000 نفر کشته نشده باشن، 30,000 نفر هم کشته شده باشن و ما در این 30,000 نفر چند هزار نفر از این 30,000 نفر نظامی حماس بودن، این نشون میده در عمل اسرائیل غیر از سیستم تهاجم گسترده و تخریب گسترده هیچ استراتژی با این موضوعات نداشت. یعنی داستان غزه و اسرائیل که اسرائیل هیچ پلنی واسه پایان این جنگ نداره و صرفا بمباران و راهلا حضور نظامیش رو در اونجا میبینه، میگه هرچی من تخریب بکنم خب فضای کمتری برای نفس کشیدن اونها میمونه و ماجرا حالا تا تخریب 100% غزه گویا به طول میکشه. از اون برم حماس دیگه چیز خاصی نداره، میگه من فعلا میرم در سکوت، فعلا در تله های انفجاری که گذاشتم از اسرائیل تلفات میگیرم. هیچ وقت من راجع به تلفات نیروهای نظامی اسرائیل در جنگ ها چیز نمیشنویم در این مورد. خیلی به ندرت شما خبری میشنوید که چند نظامی اسرائیل در اینجا کشته شده، در صورتی که قطعا در این نبرد چیزی قطعا از 300 یا 400 نظامی اسرائیل هم کشته شدن. اخباری که حالا متناوب یا از منابعی که غیر موثق است شنیده میشه، ولی اینها رو ما هیچ وقت نمیشنویم. یعنی اسرائیل در این مورد سعی میکنه خبر کمتری بده که مخالفین جنگ در ساختار خودش هم چندان به تقابل با این موضوع پیش نیاد. این پرسش داستان دقیقاً سنوار و این موضوع و اینو در نظر می‌گیرم. سنوار یک رهبر اجرایی و میدانی بود و به خوبی میتونست فرماندهی بکنه اون حماس رو، اون گروه برای ترور و بقیه موارد. یه مقدار برای اون مجموعه فکر کنم پر کردن جای سنوار خالی باید باشه، سخت باید باشه جای خالیش. و حالا اون چی که گفته میشه بازم همین حدس‌ها، شایعات و صحبت هاست، اینکه بعد از سنوار حالا چه برادرش باشه، چه الحیه باشه، چه حالا بقیه افراد، احتمالی که یا خالد مشعل رو حتی برگردونن که قبلا رئیس دفتر نظامی سیاسی حماس بوده، رهبر میدانی برای حماس یه مقدار پیدا کردنش سخت خواهد. احتمالی که شورایی اداره بشه تا زمانی که این جنگ به یک انجامی برسه و بعد در دوران پسا جنگ بخواد خودش رو بازسازی کنه، یک رهبر میدانی پیدا کنه، فکر کنم این طول خواهد کشید برای حماس. این داستان حماس است. بسیار بسیار جالب. من حالا این به کجا میکشه، یعنی تا کی اینا میتونن ادامه بدن؟ نکتش اینه، تا کی اسرائیل میتونه ادامه بده؟ چند سال میتونه؟ حالا روسیه با اوکراین خب یه پشتوانه عجیب خودشه، ولی اونا باید به آمریکا نگاه کنن، به نمیدونم انتخابات آمریکا نگاه کنن، آقای ترامپ یاد چیز دیگه است، اونی که یاد چیز دیگه است، اصلا تغییراتی خواهد کرد و این ماجرا عجیبه که انتخابات اسرائیل که بتونه تعیین کنه چیزی رو. من با فرمان شما دقیقا موافقم، نکته خیلی دقیق فرمودین. من فکر کنم مقدار زیادی از آینده جنگ غزه و جنگ اسرائیل با حماس و اسرائیل با حزب الله برخواهد گشت به نتیجه انتخابات آمریکا که 12 یا 13 روز دیگه فکر میکنم برگزار میشه. نتیجه این جنگ خیلی خیلی موثر خواهد بودش. اگر ترامپ ببره، من فکر کنم که بایدن تنها دستاوردی که براش در پایان دوره ریاست جمهوریش میمونه خواهد بودش که مجبور کنه نتانیاهو رو که جنگ رو در یک جا به آتش بسی برسه. ولی مشکل است اینه که هیچ راهکار جایگزینی براش نیست. یعنی اگر کسی رو بخواد الان اسرائیل باش مذاکره بکنه، با کی باید مذاکره کنه؟ شما باید یک طرف مذاکره هم داشته باشید. کشته شدن سنوار یه مقداری از اون نقشه هایی که فکر میکنم برای با وجود که سنوار مخالف سر بود، ولی یه مقدار از این نقشه هایی که میتونست این موضوع به یک جایی برسه رو از بین برد، چون سنوار اون کلیدی بود که بقیه گروگان ها رو در غزه میتونست به هم وصل بکنه. منان سنوار نیست که اون گروگان ها وضعیتشون مشخص بشه چه اتفاقی میفته، کسی هم نیست که به چه باش مذاکره کرد. رهبران درجه یک حماس کشته شدن، رهبران درجه دو هم کسی توشون هنوز اون شاخصه رو نداره که بتونه وارد این مذاکره بشه و بعد فرض میکنیم آتش بس بشه. اداره غزه رو که این حجم از نابودی درش اتفاق افتاده، عملا درش دولتی وجود نداره. اون نظم، اون برقرار کردن اون ساختار رو کی میخواد به عهده بگیره؟ آیا دولت‌های عربی میرن در اونجا ارتش مستقر میکنن
که یک بونه نهاد بین‌المللی اونجا رو اداره بکنن، قبول میکنن این موضوع دولت‌های عربی؟ چون به هر حال اگر این موضوع رو قبول بکنن، هر نهادی قبول بکنه، یک نوع حالت، حالا نمیخوام کلمه بدنامی رو استفاده بکنم، ولی اون از دست دادن به چه خواهد داشت که اون نهاد اومده تحت نظر اسرائیل داره کار میکنه. اگر هم قبول نکنه نهادی جای اونجا، خب عملا در یک منطقه جنگ زده، خب خیلی فجایع اتفاق میفته. همین الان اونجا ساختاری نداره، بسیار مشکلات آب و غذا در اونجا وجود داره، بهداشت سیستمش از بین رفته، این در یک جای گیر کرده و واقعا در اومدن از این مخمصه هر چی طول میکشه بیشتره. مثل به نوعی شاید مثل جنگ ایران عراق میمونه، از یه جای بعد دیگه جنگ فرسایشی بود. نه ما در خاک عراق میتونستیم پیشروی کنیم، نه عراق میتونست وارد خاک ما بشه، و فقط صرفا تبادل آتش بود. اینجا هم اسرائیل میتونه هر چقدر بخواد غزه رو از بین ببره، میتونه اون 25% باقی مونده شم با خاک یکسان بکنه، کلا از بین بره، ولی در عمل به صلحی نمیرسه، یعنی به آتش بس نمیرسه. زمین اینکه هم در نظر بگیریم، در حال حاضر فکر نمیکنم مردم اسرائیل چندان موافقتی بکنن که یک دولت فلسطینی تشکیل بشه، یا اصلا در ذهنشون این موضوع قرار بگیره که از یکی از مناطقی که 1967 اشغال کرده اسرائیل برگردن و بیان بیرون و تحویل فلسطین بدن، که در اونجا مطابق سه سازمان ملل، قطعنامه سازمان ملل و قبل از اون چیزی که تقسیم های سازمان ملل، کشور فلسطین ایجاد بشه. از بیت المقدس شرقی نمیتونن بیان بیرون. اگر بیاد بیرون، خب تمام این جنگی که یک سال انجام داده، همه اینها از بین رفته. اگه نیاد بیرون 67 و اینها، بعد اگه نیادن بیرون که همچنان اون استخون لای زخم باقی میمونه. یعنی من فکر نمی کنم به این راحتی بشه از این مخمصه و به این زودی اومد بیرون، حداقل در یکی دو سال بعد از جنگ. و اینم به یاد داشته باشیم، اگر کشور فلسطین بعد از این جنگ متولد بشه و اسرائیل حتی به همین مرزهای فعلی، حماس اولین مدعی ماجرا خواهد بود. حماس خواهد گفت که آقا ما این کار اگر نمی کردیم، نمیشه. ما اگر رهبرانمون فدا نمی کردیم، اسرائیل مجبور نمی شد که واقعیت کشور فلسطین رو قبول بکنه. این رو هم نگاه می کنن. یعنی بحث سر این استش که چه امتیاز، چه بردهایی در نهایت طرف مقابلش میبره، و برای اسرائیل قبولی موضوعات یه ذره سخت باشه. واسه من یه ذره آینده صلح و اینکه یک فرجام واقعی برسه رو بعید میدونم. آتش بس ممکن اتفاق بیفته، ولی صلح به این زودی نه. این زودی نخواهد شد. درست درست میگه. در ضمن قبل از اینکه سوال بعد بکنم، یه تیکه بیام، تو آمریکا خیلی شدید دموکرات ها صحبت این میکنن که این فاشیست آقای ترامپ، و اصرار دارن که این همون هیتلره. یعنی در این حد شدیدن الان شروع شده، به دلیل اینکه این مقدار بلنسی که بود کاملا خارس بالا بود، حالا مثل اینکه مساوی شدن و خیلی خطرناک شده از نظر دموکرات ها و غیره. این صحبت فاشیست و هیتلر رو مرتب میکنن. جواب اسرائیلی ها این بود که این هیتلری که شما داریم میگین، این بیش از هر کسی، هر رئیس جمهور آمریکایی تو اسرائیل محبوبه. برای اینکه معتقده باید عبین برن، فلان برن. میدونی که تازگی هم اعلام خلیج عربی کرد، من چیزاشو فرستادم. بله، یعنی همچنین فاصلا کار بسیار عوضی، یعنی فقط دیوانه این کار میکنه داخل مسئله چیزی انجام شده. در اصورت این نکات الان بحث دیگه ای که هستش، و جمهوری اسلامی رو این ماجرا داره صحبت میکنه که آقا اینا نیروی ندارن به اون ترتیب، یه مقدار آمریکا داره بهشون کمک میکنه، هیچی نیستن به اون ترتیب، اون نیروی اونطوری رو ندارن. تو جریان هم عجیبه که نگاه نمیکنن که آقا غزه زیر و رو شد، نمیدونم فلان زیر و رو شد، بالاخره یه نیروی اینا رو زیر و رو کرد تو جریان، اصلا خرابه کرده لبنان و فلان. و ولی با تمام تفاصیل این بحث هست که اگر چون ایران، گرچه جست نتانیاهو این بود که دستای توی سازمان ملل گفت دستای اسرائیل بلنده و هر قسمتی از ایران میتونه برسه، و حتی بحث اینو کرد که مردم ایران خوشحال باشید که دولتتون تموم شد و دولتتون داره میره، یعنی ما داریم میایم این کار رو انجام میدیم، که اون آقای خورسندی یه چیزی نوشته بود که آب و بحر رو
در ایران مجانی خواهیم کرد، نتانیاهو امضا کرده فلان، از این صحبت ها. یعنی همچین بحثایی هست. شما این قدرت اسرائیل رو چقدر میبینید؟ نیروی نظامی که نمیتونه پیاده کنه، ولی چقدر میبینید تو جریان؟ اسرائیل میتونه به ایران حمله بکنه، میتونه ضربات رو بزنه، قطعا اینطور هستش، چون تجهیزاتی که آمریکا و اروپا در اختیارش قرار دادن تجهیزات بسیار بسیار پیشرفته است. F-35 رو داره، به راحتی میتونه از عراق، همونطور که پایگاه اصفهان رو زدهش، از عراق هواپیماش شلیک کرد و زد. و خب طبیعتا روسیه هم در این مورد همراه اسرائیل هستش، S-300 رو خاموش کرده بودش در اونجا، همونطور در حمله به سوریه هم S-300 و چیزی که دارن خاموش میکنه، دست روسیه است یا کداش در اختیار اسرائیل قرار میده، اونها خاموش سویچ آف میکنن و اصلا عملا شما میبینید هر وقت میخواد میزنه. به این حالت میتونه اتفاق بیفته، میتونه پایگاه ها رو بزنه، میتونه جای مختلف رو بزنه، ولی در عمل مشکلش رو حل نمیکنه. و واقعیت این هستش که مقدار زیادی از توان کشورهایی که متحد هستن با هم دیگه به هم دیگه وابسته است. مثلا شما اگر نگاه بکنید کشورهای عضو ناتو همه به هم دیگه وابستهن، کسی جدا نیست. یه تیکه از گوله توپ در آلمان درست میشه، یه تیکش در مثلا هلند درست میشه، یا هواپیمایی که دارن میسازن رو هلند و فرانسه و آلمان و چند کشور با هم، بلژیک با هم، 4 یا 5 کشور جمع میشن در اروپا با هم یه هواپیما میسازن دیگه. اون اصلی که هر کدوم بخوان تک کار بکنن نیست. حالا آمریکا واقعا وضعیت استثنایی داره که بسیاری از صنایع دفاعی خودش رو به خاطر ساختار شرکت‌های خودش میتونه بسازه، اگرچه اون هم مقداری از اون موارد رو ممکنه به هم‌پیمانان خودش در انگلیس و آلمان و فرانسه سفارش بده که اونا تامین قطعه بکنن براش. اسرائیل بسیار از لحاظ تکنولوژی پیشرفته است، بسیار پیشرفته است علاوه های تک و مواردی که داره. واقعا یکی از کشورهایی هستش که کاربردی کار میکنه رو برنامه‌هاش، چون جمعیت کمی داره، وسعت سرزمینی چندایی نداره، منابع خامی هم نداره که خام فروشی بکنه و کشورش رو بگردونه، و موقعیتی هم هست که همیشه مشغول جنگ هست با تمام همسایگانش، بتونن همسایگانش اسرائیل رو از بین میبرن هر زمان. بنابراین باید رو چیزهایی کار بکنه که قدرت بهش بده، ارزش افزوده هم داشته باشه و کشورش بتونه کمک کنه. رو همین از تو صنایع نظامی و بقیه موارد واقعا موفق بوده، ولی واقعیتش اینه که به تنهایی من بعید میدونم بتونه اسرائیل بدون همپیمانی کشورهای دیگه در چندین جبهه بجنگ. شاید اگر فقط به غزه بود میتونست کاملا دووم بیاره، به راحتی وارد اون جنگ بشه، یا حتی در جنگ زمینی مثلا با حزب الله و بقیه گروه ها موفق باشه، ولی در یک فاصله دورتر برای ایران قطعا نه. بدون کمک آمریکا برای اسرائیل سخت خواهد بود تقابل با ایران، و به خصوص الان این موشک های تاوی هم که میبینیم رفته، دقیقا یکی از دلایلش همینه. یک سامانه تاو رفته با 100 پرسنل در اسرائیل مستقر شده، ارزش هر سامانه تاب 1 میلیارد دلاره و این رقم خیلی خیلی بالایی هست. هر سامانه تاب هم 6 کامیون داره که هر کامیون بودن 8 یا 9 موشک میتونه شلیک بکنه. و خب برد اصلی این موضوع، قیمت اصلی که داره اون موشک ها نیست، موشک ها دونه 1 میلیون دلار ارزشش هست، موشک های تاب. ولی اون راداری که داره و میتونه تا 2000 کیلومتر رو رصد بکنه و تشخیص بده که این موشکی هست داره میاد و باید شلیک بشه بشه یا نشه، اون بسیار ارزشمند هستش برای اون خطوط دفاعی. و این خلایی که بین حالا 3 تا سامانه دفاعی اسرائیل، یعنی گنبد آهنین، بعض اون فلاخن داوود و بعض اون سامانه پیکان، که حالا پیکان 1 و 2 و 3 است، این 3 تا سامانه رو اسرائیل داشته و بسیار سامانه قوی هم بودن برای دفاعشون، ولی همین ها بینش این ضعف رو احساس کرده که تاو رو دریافت کرده. یعنی بعد حمله موشکی قبلی ایران یک خلایی در اینا دیده شد و این خلا رو با تاو میخواد پوشش بده. یعنی باز هم هر چقدر شما سیستم دفاعی داشته باشید یک جایی خلأ است، مثل داستان دزد و پلیس. هر چقدر نیروی پلیس خودش رو تجهیز میکنه، بالاخره دزد یک راهی پیدا میکنه، یک کار جدیدی انجام میده، و با همیشه این بازی رو میبینیم.
یا شما جلیقه زده گوله میبینید یه گوله دیگه میسازن که از اون جلیقه رد بشه، بعد همینطور این بازی همیشه ادامه داشته، از اون زره های شوالیه ها تا جلیقه های زده گوله فعلی، یا از تانک هایی که در جنگ جهانی اول و دوم ساخته میشد بود تا همین الان که سعی میکنن زره این تانک ها تقویت بشه، این بازی همیشه ادامه پیدا میکنه. من فکر میکنم که اسرائیل بنا به اون تصمیم گیری بسیار مهمی که در مورد این انتخابات باید بکنه که آیا میخواد ایران رو قبل انتخابات بزنه یا بعد از انتخابات بزنه، یه مقدار زیادی نتانیاهو سرنوشت خودش، سرنوشت انتخابات آمریکا و یک تغییراتی در منطقه رقم میزنه. و واقعا برای من و همه افراد در اینکه این آدم چجوری فکر میکنه یه مقدار سخت تحلیلش، چون واقعا عمل کرده نتانیاهو عمل کرد نیست که یک منطق خاص و معینی داشته باشه، یک علاوه تفکری یک منطق خاص خودشو داره که در حقیقت میشه گفت یه نوع بیمنطقی هست، صرفا به نوعی ضربات سخت زدن، محکمتر زدن، و یه رفتاری هست با علم و منطق چندان جور در نمیاد. ولی من فکر میکنم به شخصه که اگر احساس کنه به اندازه کافی در این 12 روز نمیتونه از بایدن کمکی دریافت بکنه، چیزی که میخواد دریافت کنه نتونه بگیره، قبل از انتخابات دست به حمله بزن. واقعا اگر قبل از انتخابات دست به حمله بزنه میتونه تأثیر بذاره رو انتخابات آمریکا کاملا تو جریانات، به دلیل اینکه بایدن نمیتونه اونجوری دفاع بکنه به خاطر و کسی سر صدا خواهد کرد، دفاع خواهد کرد شدید ترامپ خواهد بود توی ماجرا، و همین دلیل این بحث شده که بذاره بعد از انتخابات. و در این حال هم اگه یادتون باشه در زمان اوباما این آمدن آمریکا بدون که بیان رئیس جمهور رو ببینن از اون کارهای عجیب و غریب بود و رفتن مجلس رو شروع کردن و صحبت کردن، نتیجتاً این شد که دفعه بعد که تو زمان بایدن اون آمد آمریکا بایدن دعوتش نکرد، یعنی بی‌اعتنایی است، ما نمیدونیم تو اینجا نیستی یه همچین ترتیب، یعنی یه همچین حالتهایی هم بینشون هست. در این حال جلوی مردم یا جلوی کشورهای جلوی ایران باید نشون بدن هم چیزی نیست. حالا با وقتی که برای مونده برمیگردیم تو ایران و عجیب اینها ایرانی ها با وجود اینکه خب اینا سپاه دارن فلان دارن غیره دارن، دیدم اون دفعه اون آقای ناخدا فارسی صحبت خیلی جالبی کرد توی جریانات، چون خب ایشون ارتشی بود و غیره، و آقا وقتی که صحبت جنگه اتاق جنگ هست و ملت میشینن تو اتاق جنگ و تصمیمات اونجا گرفته میشه، حتی اون یاروهایی که بخوان پوش بدن که آقا این بزن فلان بزن از اونجا همینجوری مال ایران آمدن پلو موشک‌ها واسدن هورا زنده باد فامیلی سومی رو بزن فلان، اصلا رابطه ای که هیچ ربطی به جریانات مدرن نداره. فهمیدی شما هورا نمیکشه آقای جنرال برای ماجرا وقتی نشسته، حالا اون یکی فهمیدی پشت موشک‌ها واسطه، اینا با یه همچه حالتی توی جریان در این آدم فکر میکنه که خب آدم های نفهمی باید باشن که این کار رو دارم میکنم به دونی هم دارن همچه چیزی رو نشون میدن، ولی از اون برای قضیه آقای رئیس جمهور را افتاده تو کشورهای مختلف و داره آدم جمع میکنه برای خودش که بابا این آمدن و حمله به ایران رو شما هم تأثیر داره، پدر شما آرام در میاره، هی تو این کشورها داره را میفته که همچین صحبتهایی را انجام بده. البته نمیدونم کی بهش تا حالا جواب مثبت داده، ولی در صورت اینها بغل گوششون آدم ها رو دارن میزنن، الان هم که دارن سرصدا میکنن آقا میخواستن نتانیاهو رو بزنن که من فکر کنم ایزر زیاده اصلا دارم اون شلوغش میکنم، اصلا به اون ترتیب نبوده، آره مرتب در حال فرستادن اصلا به حزب الله و فلان اینا، ولی این یکی گرفتن که رسمن میخواستن نتایی که اینا اگه بخوان نمیدونم رهبر رو تو ایران بزنن چیز دنیایی نباشه، آقا داریم از خودمون دفاع میکنیم، اینا میخواستن یعنی رو زیاده اصفت دارن این کار میکنن. نتیجه ایران کجای قضیه واسطه، اونا دارن چه کاری انجام میدن برای این ماجرا، این آقای پزشکیان که مثل این که اصلا دیگه کاملا اون تفکرات اولیاش عوض شده و
در همش هم به اصطلاح رهبری صحبت میکنه راجع به جریان ها به طور کلی. مقام معظم رهبری تصمیم میگیرن، مقام معظم ظریف. گفتم آقا نتیجه چقدر مقام معظم رهبری تصمیم میگیره؟ ظریف اعتقاد به این حرفا نداره ولی داره این حرفو میزنه که هر اتفاق افتاد بگه اون ما کاره اینا درست که وایس پرزیدنتیم ولی کاره ای نیستیم. یه مقدار ساختار ایران در عدم قبول مسئولیت حکایت داستان هویدا است. با وجودی که معاون نخست وزیر رئیس سابق بود میگفت من تو جزی از سیستم بودم و کاری نمیتونستم بکنم. حالا رئیسی پزشکیان ظریف و بقیه افراد هم دقیقا همون ساختار رو دارن، یعنی همشون این نگاه رو دارن که ما جزی از سیستم هستیم، یه تدارکات چی هستیم دیگه، در حد تدارکات چی کاری که بعد تدارکاتی که باید انجام بدیم و انجام میدیم. ضمن این که حالا من به شخصه برای عقیده هستم که ایران چند قطبی است. درسته که خامنه‌ای در بالا هست ولی واقعا چند قطب مختلف داره کشور رو روش میگردونه و کاراشو انجام میده. یعنی چندین قطبی در سپاه ممکنه وجود داشته باشن، قطبای اقتصادی بسیار بزرگی که به اراده و به انگشتی میتونن در یه دوره فرض کن شما واردات موبایل رو ممنوع کنن، دو روز بعد واردات موبایل رو آزاد بکنن و همون دو روز تلاطم بازار اصلا یک سود عجیب غریبشون میده. واردات خودرو رو ممنوع کنن بعد واسه خودشون واردات داشته باشن. قطب هایی که در این حد میتونن تغییرات عمده در کشور انجام بدن و بسیار هم نفت رو میفروشن، اسکله واسه خودشون دارن. حالا چه سرداران سابق سپاه که الان اومدن بیرون مشغول دزدی های دیگه هستن، چه افرادی که اصلا سپاهی نبودن اعضای مؤتلفه یا گروه هایی در بازار بودن و یه اولیگارشی خاصی در خودشون درست کردن. خیلی از اینا ممکنه چندان با خامنه‌ای همراه نباشن. ما میدونیم که مثلا مصباح یزدی با خمینی اصلا چندان همراه نبود. بعد مرگ خمینی مصباح یزدی اومد بالا بهش جا داده شد و یه جایگاهی بر خودش درست کرد و مؤسسه آموزشی درست کرد و پیروانش جای مختلف میمدن و فتوا میدادش. در دوره خمینی اصلا مصباح یزدی کسی باش کاری نداشت، اصلا در جایگاهی نبودش بخواد کاری بکنه. خیلی از افرادم من برداشت شخصی من است که در این حالت هستش. و سپاه یه موضوعی هستش که بسیار عجیب غریبه. واقعا سپاه یک موجود ناقص الخلقه هست که مغز کوچکی داره و بدن بزرگی داره و چون مغز کوچکی داره و بدنش خیلی خیلی گنده است، موقع رفتن میزنه همه چی رو میشکونه و صرفا به درد این میخوره که مثل یک آدمی که کلمه مناسب نیستم پوزش، مثل لاتی که میفرستن فقط بزنه و تحلیل و درک اینو نداره که حالا باید کیو بزنه چیو بزنه، فقط میزنه. اون اتاق جنگ دقیقا فقط موضوع خیلی خوبی رو فرمودید شما و دقیقا من فرمودش رو ناخدا پارسی رو گوش کردم، دقیقا همون نشوندهنده تفکر هیئتی جمهوری اسلامی. در یک نهاد نظامی یک مجموعه مثل هیئت نشستن فریاد میزنه ماشاءالله آفرین چقدر خوب خورد، دومی رو محکمتر بزن، سومی رو دقیقتر بزن. آخه این نشون میده که اصلا هیچ درکی و فهمی نداره واقعا. سپاه وقتی بعد از جنگ به زور یونیفرم تنش کردن، بهش مدال و درجه دادن، بهش شعور که ندادن، بهش اون دیسیپلین رو ندادن، صرفا به رودوششون درجه گذاشتن، صرفا یه یونیفرم خیلی منظم و شیک دادن، دیگه رئیس دفتر براشون گذاشتن، دیگه اگه خودشون میرفتن میومدن با ماشین راننده بودن براشون یه راننده گذاشتن و دفترهای شیک و بعد به پول وقتی رسیدن خب طبیعیه که دیگه اون رفتارها خیلی حالتهای دیگه پیدا کرده. ولی هنوز لحاظ عقلی و رفتاری یک رفتار بی سوادانه هیئتی دارن که با هیچ منطق نظامی جور در نمیاد. و موضوعی که در مورد ترور نتانیاهو گفتین، اگر واقعا این خبر درست باشه و حزب الله هم که مسئولیتش رو قبول کرده، بحث در اینه که خب این سیستم دفاعی اسرائیل تا یه حد زیاد نشون میده که چه ضعفایی داره که حزب الله میتونه پهپاد بفرسته دم خونهشون. اگه تو خونهشون بود خب میمردن، یعنی نتانیاهو و همسرش در خونه نبودن. این یه ضعف بزرگتر اون بر رو هم میرسونه که حزب الله چطور میتونه وارد تشخیص بده که نخست وزیر اسرائیل در زمان جنگ در کجا زندگی میکنه و به اونجا موشک بزنه.
پهباد بفرسته واسه زدن اونجا. از این زاویه هم باید نگاه کردیم موضوع رو و میبینیم که در خبرها هر چند روز یک بار اسرائیل اعلام میکنه چه تعدادی داره از جاسوسان حزب الله را داخل کشورش دستگیر میکنه. من فکر میکنم که اگر اسرائیل بزنه ایران رو در جنگی با ایران داشته باشه بیشتر پایگاه‌های نظامی رو خواهد زد و به ترور شخصی افراد یه مقدار سخت میدونم چنین حرکتی بکنه، حتی اگر هر چقدر توجیه داشته باشه براش، هر چقدر بتونه یک سری از افراد رو قانع بکنه، ولی در نهایت هزینه‌ای که براش داره بسیار زیادتر خواهد بشه. درست داری میگیم. در حال وضعیت وحشتناک به خصوص وضعیت اقتصادی ماجرا و شما نگاه کنین این داستان هواپیمایی رو که استاپش کردن و نگرش داشتن و این خودش چه از نظر روانی، چه از نظر مالی، چه از نظر هر چیز شما نگاه بکنین یک به اصطلاح ضربه بزرگی تو جامعه است. یعنی که آقا هیچ دولتی حاضر نیست بیاد سوار، هیچ آدمی حاضر نیست سوار هواپیمای شما بشه، هیچ دولتی هم حاضر نیست شما را بده بیانید تو جریاناتی بمونی. یعنی از یه همچین وضعیت عجیب و غریبی شنیدم دلار دو مرتبه 67,000 تومان فلان شده و دو مرتبه معلوم نیست ملت بخون چجوری زندگی بکنه. اصلا وضعیت اینجا تعجب میکنم که اینها که زمان رئیسیه میگفتن بردیم بالا فلان آوردیم اونا چیزای حرفای دروغ رو میزدن چیزای عجیب و غریب، الان دیگه اینا رو هم نمیگن و فقط داره میگه که از اون خراب بود بهش رسیدگاه آقای پزشکیان همچین حرفی رو میزنه، ولی دیگه بالاتر از این صحبتی رو نمیکنم. الان بحث های بسیار زیادی دو مرتبه شروع شده راجع به اینکه آقا اصلاح طلبان میتونن نقش داشته باشن، چون این ماجرا تموم شده بود. یعنی دیگه همه متوجه بودن که آقا اصلاح طلبان نه تنها نقشی نداشتن، بخشی از خودشون با هم اختلاف دارن تو ماجرا. ولی الان داره صحبت این میشه که اگر کسانی بتونن کاری بکنن اصلاح طلبان هستن و اینها باید در صورت بهشون یه چیزی داد و امتیازی داد که بتونن بیان بالا، به دلیل اینکه نیروهای به اصطلاح ملی، نیروهای غیره اصلا جایی براشون نذاشتن که کاری بکنن، هیچی. شاید وقتی هم اعلام میکنن که جرأت نمیکنه بیاد تو برنامه‌هاشون و یه حالت کیشمات میسازن و وضعیت به خصوصیه. شما چه فکر میکنین راجع به این؟ از یه بود بخوایم به موضوع نگاه کنیم، بود تکنوکراتی نگاه بخوایم کنیم به موضوع، اصلاح طلبان بسیاری از اونها در دانشگاه خوب دنیا و ایران تحصیل کردن، میدونن یه توانمندی های محدودی دارن، ولی بحث از اینه که اینها بخشی از مشکل هستن نه راه حل مشکل. یعنی اصلاح طلبان رو باید ما بخش از خود مشکل بدونیم، یعنی مجموعی که میخواد دوام پیدا کنه همین موضوع در آرمان‌ترین حالت ممکنش میخوام به دهه 60 طلایی 60 برگرد، دهه طلایی امام برگرد. ممکن هستش این موضوع، نه اینها دیگه اون جوانان 30 ساله‌ای هستن که بخوان مثلا طرف از یک دانشگاه آمریکایی یا اروپایی برگرده بره ایران و مثلا در یک دهات سیستان بلوچستان کار بکنه تحت اون جاده سازندگی. بسیاری از اصلاح طلبان، حالا اونایی که گذر کردن رو کار ندارن، معدود نفراتی که گذار داشتن از جمهوری اسلامی مثل آقای قدیانی، تاج‌زاده و غیره، اصلا اونا رو میذاریم کنار، خیلی محدود هستن، ولی بیشتر اونها امروزه در یک ساحل آرامش اقتصادی قرار دارن. طعم قدرت رو چشیدن، هم قدرت مالی هم قدرت اداری، و براشون یه مقدار سخته که از این قدرتی که داشتن در دورهای مختلف دل بکنن. یعنی فرض میکنیم اون فردی که اول انقلاب یک وضعیت خیلی معمولی داشته و امروز مثلا در شمال کشور 50 تا آپارتمان داره، در کیش 100 تا آپارتمان داره، در تهران 40 تا آپارتمان داره، وضعیت موجود و ادامه حکومت جمهوری اسلامی براش مفیدتر هستش، چون اگر حکومت عوض بشه ازش بپرسن که آقا شما که فلان ملک رو از بنیاد شهید گرفتید ارزش مثلا 1/10 ارزش اصلی بوده و بعد اون رو فروختید، فلان ملک مصادره‌ای رو از این طریق تونستید برای خودتون تغییر مالکیت بدین، تغییر
سند بدید و بردارید و امروز باید اینا رو برگردونید و این داستانهای فقط مالی رو میگم، مثلا کاری به اون حضورشون در اون دوره نکبت 60 رو نمیگم که کارهایی کردن، یعنی اون شلاق زدن ها، نقض حقوق بشر، نقض حقوق افراد، اصلا اونها هم به سر جای خودش. فرض میکنیم عرف امید بشه و همین را باید صفر بشن، ولی اگه قرار باشه این چیزهای مالی ازشون پس گرفته بشه، خب اینها چی کار بود؟ واسه تداوم ساختار موجود برای اینها خیلی خیلی مهم هستش، بسیار مهم هست. شما میزان پولی که در این مقبره آیت الله خمینی دست سید حسن خمینی هست، اون نشر آثار امام خمینی نزدیک به 400 تا 500 میلیارد تومان هستش، یک رقم بسیار بسیار بالاییه. و بسیاری از افراد هستن که هنوز به همون نام، به همون نام آیت الله دارن، هنوز بسیاری از خونه های مصادره املاک و جای مختلف در داخل ایران در دست همون مجموعه هاست، هنوز این موضوع پرشون سود میده. یعنی یک مرغ تختلاییه که 45 سال در بر اینا تخم طلا میذاره و استفاده میکنن، فرزندان اینا در خارج از کشور که حضور دارن از کجا میارن ارتزاق میکنن؟ یعنی در کانادا بسیار از اینا مشغول ساخت و ساز در املاک هستن، در تجارتشون در دبی دارن، در قطر زندگی میکنن، در بسیار از کشورهای دیگه سرمایه گذاری کردن و حضور دارن دیگه. شما یک نمونه خیلی راحت اون صحبتهایی بود که در مورد آیه یاسین رامین بود، مثلا یه جوونی که همسر خانم مهناز افشار هستن، شوهر خانم مهناز افشار هستن، چون که ایشون در یک سن بسیار پایینی میشه رئیس یک شرکتی که وابسته به هلال احمر هست، مسئول خرید اون شرکت میشه و حالا داستانی که برشون پیش اومده. شما گذشته از اون اتهامات که حالا درست بود یا غلط بود، همین اون رو بکنار، شما فکر کنید در چه حالتی یک مثلا فرزند یک نفر آدم میتونه در سن 22 سالگی یا 23 4 سالگی بیاد یک چنین مسئولیتی رو در یک کشوری به دست بگیره؟ اصلا امکان پذیر نیست. یعنی اینا برای نسل دوم و نسل سومشون هم شما یه جایگاهی پیدا کردن که این جایگاه ها برشون درآمدزاست. من بیشتر از اینکه بحث سیاسی و بحث عقوبت ماجراها رو به نش نگاه بکنم، بحث دقت شدن دست این افراد از بحث سیاسی رو میدم. اصلاح طلبان الان بخواهن بیان سر کار یا نیان، تا زمانی که اون گروه های قدرت در بالا باهاشون نخوان را بیان، باهاشون نخوان کاری بکنن، عملا ناتوان هستن. رئیسی قبل از رئیسی آقای روحانی 8 سال رئیس جمهور بودن، اصلاح طلبان هم در اون مجموعه بودن، آخرش روحانی برگشت گفت که نذاشتم ما کاری بکنیم. خاتمی 8 سال در قدرت بود گفت نذاشتم ما کاری بکنیم، هر کون از قدرتشون که تموم میشه میگن نذاشتم ما کاری بکنیم. خب اگه نمیذارن کاری بکنید، شما در دورهای مختلف همیشه نذاشتن کاری بکنید، الان چرا فکر میکنن که میتونن کاری بکنن؟ اصلا راهکارشون چیه؟ اینا میتونن آیا مثلا سپاه رو در ارتش ادغام بکنن؟ میتونن بسیج رو منحل بکنن؟ میتونن مثلا مؤسسه امام خمینی، مؤسسه دانشگاه رضوی در مشهد است که بودجه کلانی داره، مؤسسه آموزش عالی امام خمینی در قم هست، جامعه المصطفى هستش، از این گروهایی که طلبه پرورش میدن، طلبه دانشگاهی پرورش میدن، امام صادق هست، اینا رو میتونن تعطیل بکنن؟ اصلا یه مجموعه درست کنن برای پرورش آخوند دانشگاهی؟ خب نمیتونن، اصلا زورشون به این موارد نمیرسه. میتونن شورای سیاست گذاری ائمه جمعه رو تعطیل بکنن بودجهشو، میتونن کمک هزینه طلاب، کمک هزینه خونه طلاب، کمک هزینه بیمه طلاب، حقوق طلاب، اینا رو قطع بکنن؟ اصلا امکان پذیر نیست این موارد و بودجه عظیمی صرف اینها داره میشه. خب یک سری حرفایی میزنن، از نظر من صرفا اون مزه شیرین قدرت، هم لحاظ اجرایی هم لحاظ مالی، تنها چیزی که اصلاح طلبان دنبالشون هستن و میبینن همین موضوع است. وگرنه به خیر اینا که ما رو امیدی نیست، شر نرسونن بقیه طلبشون. کاملا درست میگین و به اثبات این ماجرا اثباتی هم لازم نداره. حتی آقای خاتمی وقتی بهش گفت، اعتراض کرد، شکایت کرد که نمیذارن کاری بکنیم، پیشنهاد که آقا ادم استعفا میده، این دیگه اولین کاریه وقتی نه آقا من نمیخوام، گفتش نه، برای اینکه برای من حفظ نظام مهمترین مسئله است
و استعفای من به حفظ نظام ضرر میزن، نتیجتاً وای میستم. اینه این مسئله دم آقای زیبا کلام که واقعا قشنگ صحبت بکنه، دست و پاشم گذاشته یه جاهای عجیب و غریب، دفاع از باهایان، دفاع از رضا شاه، نمیدونم رفتن تو اون جریان گلاب درست کردن و واسدادن، اصلا یه دفاعی میکنه که آدم تعجب بکنه که تو جامعه این حزب‌اللهی ها تو ایران و غیره اینا بتونن این همچه کاری روی همچه این بتونی همچه سخنرانی های زیاد. ولی وقتی صحبت از تعویض نظام شد و این اصرار کرد که عوض شدن نظام هیچی رو حل نمیکنه، این نظامی که تو هم میتونه خیلی کارها رو درست بکنه اگر فلان باشه، یعنی پای این ماجرا که وای میسن، محکم وای میسن رو ماجرا که آن نظام باید واسه. دلیلش هم خیلی شما روشن گفتیم، اینا زندگیشون تو جریان نظامه، مالیشون تو نظامه، بچه حالا دو آدم دوزی نیستین، ولی با وجود این شما صد دانشگاه هست فلان غیره هست و هر کدوم این ماجرا احتمالی ازش حد بین بره و رو هوا بمونه. و اینا دارم اینایی که احتیاج دارن فلانن، اونایی که الان نفتکش درست کرده آقای فلان، اون که اونایی که دیده جاهای دیگری دارن تو ماجرا، ولی وضعیت بسیار بسیار بعد اون وحشتناکی رو ما داریم. یه بحث دیگه ای که فکر میکنم یه 5-6 دقیقه دیگه ما وقت داشته باشیم صحبت کنیم، حالا باید به روز بگم که اینه که این همیشه زمان شاه و این زمان ملت رو از تجزیه ایران میترسوندن وحشتناک، و همه هم اینو میگفتن، حتی داریوش و همایون این آخر کار یه صحبتی کردن که آقا من دیگه مسئله ای که الان داره تر میشه آقا نظام رو بزنیم فلان که اینا نیست، بحث از بین رفتن کشور، بحث تجزیه کشور و باید وقت رو گذاشت و فلان رو گذاشت و همچین. خیلی تعجب کردم ولی درصد این اعتقادش بود و یه همچین چیزی رو ببینم گفتن که چقدر دیگه وقت 3 دقیقه دیگه وقت، چقدر مهمه این داستان تجزیه. 3 دقیقه وقت. من سعی کنم خیلی خلاصه بگم. من یه مقدار بعید میدونم که اصلا امر تجزیه اتفاق بیفته، چون اگر دومینوی تجزیه اتفاق بیفته کل نقشه منطقه از افغانستان، پاکستان، ایران، آذربایجان، عراق و ترکیه باید عوض بشه. یعنی فرض بکنیم یک کشور کردستان اگر به وجود بیاد، خب یک تهدیدی است برای ترکیه، طبعا باید عراق تجزیه بشه، یه تیکه از ایران باید بره. اگر این اتفاق در ایران بیفته، خب تیکه آذربایجان و اون ادعایی که هست در این مورد اتفاق میفته. اون طرف ما اگر بر بلوچستان اتفاق میفته، قطعا بلوچستان و پاکستان هم شروع میکنه دوباره این حرکت ها رو کردن، چون مدت ها در نزاع بود در داخل پاکستان بین بلوچستان و دولت مرکزیش، و دولت پاکستان چندان تسلطی روی استانات خودش نداره، بگو سر قسمت مثلا پشتونشینش، و اون پشتونستان اگر قرار باشه جدا بشه با پشتونستان افغانستان یکی بشه، قطعا تاجیک ها و ازبک ها اونجا جدا خواهند شد و این دومینوی تغییرات خیلی وسیع خواهد بود. من به شخصه در توان نیروهای مسلح منطقه‌ای که در کشورهای مثلا عراق یا اقلیم هستن نمی‌بینم که وارد این منازعه بشن، نه توانشون دارن، برخلاف بلوف‌هایی که می‌زنن، ادعایی که می‌کنن، مجموعاً شاید تا 5000 نفر 6000 نفر نیرو داشته باشن، این 5000 نفر یا حتی 10000 نفر نیرو داشته باشن، از پلیسی که در کردستان و کرمانشاه و جای دیگه ایران داره کمتر هستش. و بعیدم میدونم که ملت ایران در این موارد که تمامیت ارضی براشون مهم باشه، باقی موندن کشور مهم باشه، همراهی بکنن با اینها به عنوان یک ارتش آزادی بخش. یعنی داستان حمله بیگانه برخلاف اونی که در افغانستان بود، افغانستان به مجموعه حمله شد توسط آمریکا و متحدینش که مردم رو واقعا خفه کرده بودن طالبان، و احمد شاه مسعود و جبهه شمال و مرحوم ربانی یک وجه اعتباری داشتن، هنوز رهبران جهادی محبوبیتی داشتن که بتونن همراهی بکنن و اونا رو شکستن، یا در عراق گروه های مختلف هم اتحاد داشتن و هم یک همه میخواستن از شر یک صدام به عنوان یک موضوعی که دیگه خیلی طولم کشیده بود و استخون لای زخم بود خلاص بشن. ولی در ایران چنین موضوعی نیست و من بعید میدونم اتفاق بیفته، و فکرم میکنم که برای همه ملت ایران، برای همه مردم ایران، در تمام اقوام منحر
آیین و دین و مذهبی که داشته باشن، بقای ایران، هویت ملی ایران و ملت ایران از همه چی مهمتر باشه. من فکر کنم پای هویت ملی و تمامیت ارضیمون هم با بیگانه خواهند جنگید و هم این آخوندها رو در نهایت هم بیرون خواهند کرد. خیلی متشکرم آقای دولتی، خیلی ممنون. بسیار بسیار صحبت جالبی بود مسائلی که شما طرح کردید. خیلی خیلی ممنون و شب و روز همه بخیر. ممنون از شما که این فرصت بهم دادید و دوستان از اون در تلویزیون اندیشه. متشکرم. مرسی. دنیای من به جهان تو به